سلام هموطنان عزیزم، خدا کند که جور و صحت و سلامت باشین و یک هفته را به خوبی و خوشی در کنار خانواده هایتان سپری کرده باشین و خوشحال هستم که یک بار دیگر با یک ریسیپی دیگر آمدیم و خدمت شما دوستای عزیزم و هموطنان عزیزم قرار گرفتیم. خب امروز خواستم یک چیکن تندر را آماده کنم. البته چیکن تندر اما سینه مرغ است که با آرد و تخم و مصالح خشک اخته میشه و آماده میشه. خدا کنه که از این ریسیپیم خوشتان بیایه و ما این چیکن تندر را که شما میبینین از سینه مرغ البته آماده میکنم. این همیشه در بازارها هست اما فروزن میباشه یا یخ زده میباشه. خب اگر ما بخوایم از سینه مرغ تازه در خانه جور کنیم به نظر ما بهتر میایه، هم صحی میایه و هم پاک و صفا که دست خود آماده میکنیم. خب ما میفهم که این چیکن تندر اولادا یا مثلا خردسالا خیلی خوش دارن. میاییم در طرف مواد لازمه. ما در مواد لازمه اینجا که میبینین یک پوند سینه مرغ گرفتیم، البته از یک پوند کم زیادتر است. کوشش کنیم که سینه مرغ همیشه سینه مرغ خرد بگیرین که نرم و خوبش بیایه. و ای هم امو برید کرامس امو آرده است که من امرای مساله جات باز یک جایی میکنمش که باز میبینین که چینه و مرغ اخته میکنیم. ما از دکان الدی ایره گرفتیم. خب در هر دکان پیدا میشه. و 3 دانه تخم ضرورت است که برای این ریسیپی ما نمک، گشنیز خشک، مرچ سیاه و همچنان سیر خشک است، پودرش است و این هم رنگ شیرین که رنگ دیگ است میتونین استفاده کنین اگر خوش داشته باشین. نظر به میل خود شما عزیزان است. و این همو آرده است که برید کرامپس میگن. البته این ساده است، باز من ایره امرای مسالجات مکس میکنم. و این آرد است که همیشه ما بر خمیر یا خمیر نان یا پیزا استفاده میکنیم. خب میریم طرف سینه مرغ، طرف از این که چینه وقت باید سینه مرغ توته کنیم. خب سینه مرغ میبینین که من شروع کردم به خرد کردن یا توته کردن. میبینین که بسیار نازک بریدیم، یعنی زیاد نازک هم نه خود زیاد دبل هم نه، باید اما اندازش زیاد دبل نباشه به خاطر که مغزش خوب پخته شوه. اگر زیاد دبل ببریم باز رویش میسوزه و مغزش خام میمونه. به می ترتیب کل سینه مرغ توته میکنیم یا میبریم، اما کوشش کنین که اما سایزش یک برابر بیاید چون که باز یکش میسوزه و یکش خام میمونه. خب به می ترتیب کل سینه مرغ توته میکنیم دوستای عزیز. خدا کنه که از این سینه مرغ یا چیکن تندر که من امروز آماده میکنم خوشتان بیایه. خب این همو آرد است که من در کاسه انداخته بودم، ساده است که همو برید کرامپ است. یک قاشق چای خوری یا تی اسپون نمک است و کم دگام اضافه کردم. یک قاشق غذا مرچ سیاه، یک قاشق غذا گشنیز خشک، یک قاشق غذا سیر خشک پودرش. خب این هم رنگ شیرین است، رنگ دیگ من خوش دارم که اضافه کنم به خاطر که رنگ امی چیکن تندر خوبش بیایه. شما را نظر به میل خودتان. خب دیگه اینا لیر مواد را کلش هم مکس میکنیم. امی رقم خوب باید مکس شوه تا که امین موادای خشک کلش با هم مخلوط شود که اتناشه که یک جای مواد ما مثلا نمک در یک جای جمع بانه که هم یک قسمت باز شور باشه. و این هم همون 3 دانه تخم است که ما در کاسه انداختیم تیار است. این تخم هم امین رقم مخلوط میکنیم تا زمان مخلوط میکنیم که امین زردی و سفیدی با هم خوب مکس شوند. بازیر ما برای امین چکن ما استفاده میکنیم بخیر. خب آمدیم طرف مرغ. این مرغ میبینین که ما گرفتیم در آرد ساده اول چپ روی میکنیم یا مگذاریم. خب به خاطر این کار میکنیم که آرد کم در مرغ به حساب خود میچسبه یا میگیره، باز ما در مرغی را میمانیم، در تخم مرغ البته.
وقتی که ایره چپ روی میکنیم کم چسب پیدا میکنه و ایمو برید کرمپ خوب در خود میگیره. و دوستای عزیز یک چیز دیگه متوجه باشین که امرا یک دستان در تخم چکنه بگذارین و امرا یک دستان در آرد، چون باز اگر دست تر در آردتان بزنین دستا زیاد آرد میچسبه و درست به حساب اختیش یک ذره مشکل میشه. خوب این را دیدین که من ایره خوب با مو برید کرمپس خوب ماندم، گذاشتم و دارم امو آرده در سرش در تمام جایش میبرتم که خوب بگیره. این دوستای عزیز دیدین که خوب آرد گرفت و امی ترتیب یک پیس دیگر رو امی رقم میکنیم یا یک توتره. ای باید امی رقم کلش به ترتیب در آرد ساده، بعد در تخم و بعد در آرده که امرای مساله جات اخته شده و امی رقم کلش باید به این ترتیب به نوبت آرد بهش زده شده. خب ایرام دیدین که من خوب آرد زدم و دیدین که خوب آرد گرفت. حالا میریم طرف روغن. روغن آماده است. به این ترتیب امی چکن آیست آیست در روغن میمونیم و این روغن بسیار به مو حرارت برابر مماندیم که زیاد سرخ نباشه یا داغ، به خاطر که باز چکن رویش میسوزه و مغزش خام میمانه. خب به حرارت برابر باید پخته شوه. به می ترتیب ما ماندیم کل چکن ها را. خب شما دوستای عزیز میبینین که چکن ها پخته میشه و این چکن ها را ما تقریبا از 8 تا 10 دقیقه در روغن بریان کردیم. امی رقم شور داده رفتیم و بریان کردیم تا یک خوب مغزشون پخته شوه و خام نمانه، که خدا نخواسته باز باعث مریضی کس نشه. خب این بسیار اما تو چی میگه کرنچی میایه. اینه شما ببینین که خوب رنگدار روشن، زیاد تیز نمی کنیم که باز مزه خدا از دست نده. خب دوستای عزیز میبینین که این چکن چقدر رنگش مقبول معلوم میشه. دیگه زیاد تیزش نکنین باز تلخ میشه. به می ترتیب میاییم دیگه ای چکن ها را در غوری یا در بشقاب، در هر چیزی که میل ما باشه میگذاریم. شما میبینین که چکن ها بسیار خوش رنگ و خوش رنگ معلوم میشه. البته دیگه خدا کنه که مزیدش هم به دل شما عزیزا بیایه و شما ایره ترای کنین. و یه چپس است که ما از بازار گرفتیم آماده کرده، البته از چپس های یخ زده ما فقط آوردیم و در روغن بریان کردیم. شما میتونین که از هر نوع چپس که خودتان میلتان باشه بگیرین. خب این هم امی کم کچپ است که باید این کچپ هم همیشه در پهلوی چکن یا چپس بانیم، ضرورت است. و این هم وایت ساس است که ایره ما در خانه خودم آماده کردیم همراه با ماس و بعض مواد دیگه. اگر دوست داشتین در کامنت برام بگذارین که طریقه وایت ساس هم در ویدیو آینده انشالله که براتون بگذارم. خب دوستای عزیز خدا کنه که از این ریسیپی چکن تندر یا سینه مرغ که با آرد اخته شده و بریان شده خوشتان آمده باشه و حتما ترای کنین. من مطمئن استم که خوشتان میایه. و لطف کنین اگر ویدیو خوشتان آمد خب لایک کنین، سابسکرایب کنین و اگر خواستین با دوستا شریک بسازین و همچنان لطف کنین ویدیو را تا آخر ببینین و لذت ببرین. دیگه ما انشالله که بخیر در هفته دیگه باز بخیر میایم امروز یک ریسیپی دیگه یا یک غذای دیگه. تا یک هفته دیگه شما دوستای عزیز خدا و خداوند پاک میسپارم. امیدوار هستم که در پناه خدا باشین و از تمام خطرات و یا مریضی های روزمره به دور باشین. دیگه خداحافظ همگی شما عزیزان. شب و روزتان بخیر. تا یک هفته دیگر که باز بخیر خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. خداوند پشت پناه همگیتان. خدا حافظ.